دوستان، در سال 2004 بود که چاپ یک کتاب به زبان انگلیسی در کشور ایالات متحده آمریکا جنجالی عظیم به پا کرد. حالا موضوع این کتاب چی بوده؟ ببینید، در دهه 40 و 50 میلادی، یعنی در سالهای ما بین 1940 تا 1950، در دوران کمونیست، در دوران خفقان کشور روسیه یا همون شوروی سابق، تحقیقات گسترده‌ای پیرامون گونه‌های مختلف فرازمینی که از زمین ما بازدید کردند انجام شد. محصول این تحقیقات یک کتاب شد. نخستین نسخه این کتاب با عنوان راز نژادهای فرازمینی تو سال 1946 جهت اطلاع رسانی برای بعضی از عوامل مخفی سیستم جاسوسی روسیه در مورد نژادهای مختلف بیگانه که از سیاره ما بازدید کرده بودند به رشته تحریر در اومد. تا زمانی که پرده آهنین کشور روسیه مقاوم بود، اطلاعات ارزشمند این کتاب رو روسا در اختیار کسی نذاشتند و این کتاب فقط در دست چند تن بیشتر نبود. اما در زمانی که رژیم کمونیست شروع به فروپاشی کرد، کتاب راز نژاد بیگانگان یک نسخه در دست یک دیپلمات روسی بود. نام شخصی که این نسخه از کتاب در دستش بود، فردی بود به نام آقای مارشال کنستانتین ای ورشاینین. امیدوارم که اسمشو درست تلفظ کرده باشم. تا اینکه سرانجام این آقا فوت میکنه. بعد از فوت ایشون، پسرش و یکی از دوستاش این کتابو در میان چندین اسناد اسرارآمیز دیگه در یک انبار تجاری پیدا میکنن. پسر این شخص تصمیم میگیره این کتاب رو منتشر کنه، تا اینکه در سال 2004 سرانجام این کتاب روونه بازار شد و بسیار در زمان خودش هم پرفروش شد و به بیش از 100 زبان زنده دنیا این مدارک ارزشمند ترجمه شد. این کتاب بسیار جذاب و شگفت انگیزه، چون در اون از نژادهای گونه‌های مختلف فرازمینی با ما صحبت میکنه. نژادهایی که در این کتاب نامشون برده شده، هر کدوم به شکلی و گونه‌ای در تکامل ما انسان‌ها روی زمین نقش داشتن. این بیگانه‌ها در نقاط مختلف سیاره ما دیده شدند. جالب اینه که اونها با برخی از دولت‌ها هم کار می‌کردند. اما متاسفانه اطلاعات در رابطه با جلسات و ملاقات‌های اونها با رهبران کشورها هنوز مخفی باقی مونده. با این حال، خود کتاب حاوی منبع اطلاعات بسیار عظیمی از موجودات فرازمینیه و به عنوان یک کتابچه راهنما برای برقراری ارتباط با گونه‌های مختلف بیگانه فرازمینی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. همچنین بعدها اطلاعات این کتاب به خاطر رویت‌های جدید به روز رسانی شد. با این مقدمه که خدمتتون گفتم، حالا با هم میپردازیم به معرفی نژادهای بیگانه. الگورک. در کائنات این دسته به عنوان سازندگان یا خالقین شناخته میشن. طول عمر این دسته 230 ساله. از صورت فلکی سنگتراش به زمین اومدند. اونها نوعی خزنده نما به حساب میان که با ساختن سفاین فضایی غول‌پیکر به کشف و کاوش کائنات می‌پردازند. به عبارت دیگه، اونها رو میشه مسافران کائنات بنامیم.
اگرچه که این دسته همیشه با نژاد خزندگان یا رپتیلیان ها اشتباه گرفته می شوند، اما به جز شکل ظاهری در چیز دیگری با آنها تشابه ندارند. این دسته یکی از 21 نژادی است که بیش از 2 جنسیت دارند. در این دسته 8 جنسیت تا به امروز شناخته شده و همه آنها می توانند با یکدیگر تولید مثل کنند. در سال 2004 آنها در نزدیکی لیما در پرو دیده شدند. رک، گونه دیگه از نژاد بیگانه های فرازمینی نامش رکه. آخرین بار در حدود 720 سال پیش این گونه از سیاره زمین دیدن کردم. شاید اونها علاقه‌ای به سیاره ما برای ماجراجویی نداشته باشند. به همین دلیل خیلی وقت این دسته و این گونه به زمین دیگه نیومدند. به طور کل اونها 5 بار تنها از زمین ما بازدید کردند. محل استقرار اونها در زمانی که از زمین بازدید کردند خاورمیانه، یعنی همین اطراف ایران خودمون بوده. هنگام حضورشون در خاورمیانه بیشتر با دانشمندان و علمای اسلامی در ارتباط بودند. اونها دیگه به زمین ما برای بازدید گفتند که هرگز نمیان، چون که سیستم ایمنی بدن اونها نمیتونه با حیوانات، گیاهان و کلن آب و هوای زمین تعامل داشته باشه. دسته بعدی اینویزیبل یا نامری ها. تصویر واضح و دقیقی از اونها وجود نداره. به نوعی اونها رو شبه هم میتونیم ما بنامیم. نامری ها گونه بیگانه هستند که از جنوبی ترین صورت فلکی به نام کهمیز میان. نزدیکترین ستاره در این صورت فلکی نامش آلفا کهمیز، یک ستاره نوترونی همراه با امواج بسیار قوی مغناطیسی و همچنین اشعه ایکس. همچنین بیش از 33 سال نوری این ستاره با ما فاصله داره. نامری ها معمولاً با چشم غیر مسلح دیده نمیشن. بیشتر در مراکز نظامی و امنیتی سعی دارن نفوذ کنن. آمریکایی‌ها همچنین روسا فناوری خاصی و برای شناسایی اونها در مراکز مهم نظامی و ناوگان‌های خودشون ایجاد کردن. اونها در محیط‌های فوق امنیتی و مراکز حساس نظامی توسط دوربین‌های مخصوصی میتونن نمایان بشن. اما گاهی اوقات اونها رو هم ما میتونیم به صورت یک تصویری شبیه به دوده و غبار به روی شیشه و یا در دوربین های امنیتی خونه ها مشاهده کنیم. یکی از علامات وجود اونها به روی زمین اینه که هنگامی که در محلی هستند، در اون محل به طور غیر عادی بوی ترش به مشام میرسه و همچنین حیواناتی مانند سگ بی دلیل شروع به واق واق کردن میکنن. گویا سگ‌ها و حیوانات اونها رو میتونن به طور واضح و دقیق ببینن. آرچوریانز، یکی از پیشرفته ترین گونه های فرازمینی. اونها تمدن بعد پنجمی هستند که در واقعیت مانند یک نمونه اولیه برای آینده زمین هستند. آرچوریانز ها رو به نوعی شفابخشان روحی هم می نامند. آرچوریانز ها عشق رو آموزش میدند. آرچوریانز ها میگن که اساسی ترین ماده برای زندگی در بعد پنجم عشقه. اونها میآموزند که بر افکار منفی مانند ترس، گناه باید غلبه کرد و جای اون رو با عشق و نور عوض کرد. آرچوریانز ها از صورت فلکی بوتس به زمین میان.
صورت فلکی بوتس 36 سال نوری از زمین ما فاصله داره. آرچوریانس ها همچنین ارتباط بسیار نزدیکی با استادان معنوی دارند و با اونها کار میکنند و به اونها برادران معنوی میگند. در یک کلام آرچوریانس ها دوست داشتنی ترین و روشن فکرترین موجودات کهکشانی هستند که احتمالاً ما میتونیم تصور کنیم. آنها چشم های بسیار بزرگ و بادامی دارند. اونها در هر دست خودشون فقط سنگوش دارند. همچنین اونها توانایی حرکت دادن اشیا رو با ذهن خودشون دارند و کاملاً تلپاتیک هستند. منبع تغذیه این موجودات نوعی مایه جوشانه که برای این موجودات و حیات اونها بسیار مهمه. چشمهای اونها به طور کل یک رنگ بدون سفیدی به رنگ قهوه‌ای و یا کاملا سیاهه. در واقع اونها بیشتر از اینکه با چشمشون بخوان طبیعت رو ببینن، بیشتر از طریق تلپاتیک اطراف خودشون رو میبینند. شاید جالب باشه بگم که حس شنوایی اونها حتی از ماهیت تلپاتیک اونها هم فراتره. همچنین آرچوریانس ها توانایی دید در پشت سر خودشون هم دارن. طول عمر متوسط این دسته بین 350 تا 400 سال به مقیاس زمین ماست. همینطور که گفتم اونها ماهیت معنوی بسیار پیشرفته ای دارند. آنها هرگز پیر نمیشن. توانای عبور از زمان و مکان رو دارند. نکته جالب در رابطه با این دسته اینه که هنگامی که قرارداد خدمتشون به پایان میرسه، به نوعی مأموریت خودشون رو نسبت به سیارهشون انجام میدن، داوطلبانه خودشون به زندگی خودشون پایان میدن. در جامعه آرچوریانس ها هیچ نوع بیماری وجود نداره. قرن هاست که هیچ گونه بیماری از جامعه اونها گزارش نشده. آنکیم نام دیگر این گونه الس. در تورات به این موجودات با نام نفلیم اشاره شده. نژاد آنکیم گسترده ترین نژاد فضایی است. مخصوصا روی زمین تاریخچه بسیار عظیم و پرشکوهی دارند. قد آنها ما بین 3 الی 4 متر تخمین زده شده، اگرچه در آثار پیدا شده از صحرای رب الخالی در عربستان قد اسکلت های یافت شده آنها گاهی به 12 متر هم رسیده است. ظاهرشان بیشتر شبیه گونه انسان ستاره است که شباهت بسیار زیادی نیز به انسان‌های زمینی دارد. به همین دلیل برخی از آنها می‌توانستند بدون جلب توجه در میان ما زندگی کنند. چند نمونه از این موجودات در غارهای زیر شمال و غرب امریکای شمالی دیده شده اند، از آلاسکا تا حوالی مکزیکو. همچنین ثابت شده که آنها توانایی استفاده از استارگیت را دارند. آنها موجوداتی هیومانویدی با خصوصیات خزندگان هستند. ویژگی بارز و برجسته آنها دوزیست بودن این دسته هستش. ماهیتی نیمه آبزی دارند. در گذشته به مدت طولانی تری در خشکی زندگی می کردند، اما امروزه با گذشت قرنها آبزی تر شدند. در نزدیکی مناطق باتلاقی و رودخانه ها دیده میشن. اینطور گفته شده که بدون تحریک و علت به مردم حمله میکنن و ماهیتی تهاجمی دارند. نکته جالب در رابطه با این دسته اینه که دارای انگشتان دست و پایی پرهدار هستند.
کلدینز. نژاد پلدین از نظر ظاهری بسیار شبیه به گونه بشر یا انسانه. این نژاد بسیار صلح‌طلب بوده که در طول تاریخ در موارد زیادی به ما انسان‌ها کمک کرده و حتی با سایر نژادها جهت حفاظت از نوع گونه بشر درگیر شده. نژاد پلدین‌ها همانند انسان‌ها قدی در حدود 1.5 الی 2.5 متر دارند. آنها دارای موهای بلوند، چشمان آبی، بسیار شبیه انسان هستند. زیبایی ظاهری و تناسب اندام بدنی از ویژگی‌های این نژاد است. آنان از همسایه کهکشانی ما، کهکشان آندرومدا می‌آیند. کهکشان آندرومدا 2.5 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد. آنها از لحاظ تکنولوژی بسیار پیشرفته تر از گونه بشر یا انسان هستند. در گذشته های دور در ایران و در خاورمیانه زندگی می کردند. با ورود اسلام به این مناطق آنها به شمال اروپا به سرزمین های اسکاندیناوی مانند نروژ، سوئد، هلند، فنلاند، دانمارک و محدوده شمال آلمان مهاجرت کردند. همان گونه که پیشتر گفتم، اونها دارای موهای بلند، چشمان آبی و قدی بلند و کشیده هستند. پلدین ها یکی از نزدیکترین نوع نژاد فرازمینی به ما هستند. لایرنز، مردمان گربه‌ای، موجوداتی که مدت‌ها قبل پیش از پیدایش انسان بر روی زمین آنها در ابتدا به زمین آمدند. گربه‌سانان یا مردمان گربه‌ای همانند انسان یک نژاد دوپا هستند. پوشش پوستی آنها نرم و پرموس، چشم‌های آنها به رنگ‌های آبی تا طلایی تنوع رنگی دارد. بر گذشته‌های بسیار دور در ابتدا آنها پوستی قهوه‌ای رنگ متمایل به طلایی داشتند. در طول قرن‌ها پوست آنها به سفید تغییر رنگ داد. آنها نژادی دوست داشتنی و مهربان هستند، دارای اعتماد به نفس بسیار بالا و اعتقاد راسخ به این موضوع که همگی آنها رهبر به دنیا می آیند. موجوداتی بسیار مسالمت آمیز و صلح‌جو و تقریبا دارای فرهنگ بی پایان میلیاردها ساله. مردان نژاد گربه‌ای بسیار کنجکاو و جسور هستند. آنها از سیستم ستاره‌ای لایرا آمدند. سیستم ستاره‌ای لایرا 162 سال نوری از زمین ما فاصله دارد. سیاره این مردمان دارای رنگ آبی است. آنها دارای دو خورشید در آسمان هستند. آنها دارای شهرهایی توسعه یافته هستند. گربه‌سانان بیشترین ارتباط و نزدیکی را با گونه پلدین و یا نوردیک ها دارند. دشمن اصلی سیاره آنها و این دست از جانداران آلفا دراکونی ها خاکستری ها هستند. در گذشته های بسیار دور با نژاد خاکستری در جنگ و ستیز بودند. حتی مدتی سیاره آنها توسط موجودات خاکستری اشغال شده. امروزه هنوز هم گربه‌سانان با گونه خاکستری در جنگ و پیکار هستند. ترجیح آنها بیشتر بر این است که با موجودات کهکشان آندرومدا، پلدین‌ها
نوردیک ها و همچنین انسان ها تعامل و ارتباط برقرار کنند. شاید به جرأت بتوان گفت که گربه‌سانان از نخستین گونه های فرازمینی بودند که با انسان ها ارتباط و تعامل برقرار کردند. گربه‌سانان در حدود 13,000 سال پیش با مردمان سرزمین آتلانتیس ارتباط نزدیک و تنگاتنگ داشتند. ردپای گربه‌سانان را همچنین ما می توانیم در سرزمینی که بعد از نابودی آتلانتیس سرزمین دوم مردمان آتلانتیس بود، یعنی مصر و دیوار نگاره ها ببینیم که خود بیانگر ارتباط نژاد انسان با این دسته از موجودات است. Grails. گریل ها موجوداتی از نوع خاکستری‌های ساواریان هستند. ظاهراً دارای قدی بلندتر از گونه خاکستری هستند. اندام‌های بسیار کشیده و عضلانی دارند و از نژاد خاکستری به لحاظ بنیه و جسمانی بسیار قوی‌تر هستند. The greens, سبز ها. موجوداتی بسیار شبیه به نوع و گونه انسان. آنها انسان هایی با سایز و اندازه کاملا طبیعی و نرمال و معمولی هستند، با این تفاوت که رنگ پوستشان سبز و زیتونی است. از چگونگی پیدایش آنها به روی زمین و اینکه متعلق به چه سیاره و سیستم ستاره‌ای هستند، همچنین دلایل حضورشان به روی زمین هیچ گزارشی در دسترس نیست. دالس ها یک نژاد بسیار زیبا شبیه نژاد نوردیک و یا پلدین ها هستند. تفاوت آنها با نژاد نوردیک در اندام فیزیکی آنهاست. آنها دارای سیستم داخلی بدنی بسیار متفاوت تری از انسان ها، نوردیک ها و پلدین ها هستند. اما این تفاوت اندامی دلیلی برای حراس انسان ها نیست. از داهلس ها نباید ترسید. باروورز. آنها نژاد جهش یافته مارها هستند که توانایی پنهان شدن در اعماق و لایه های زیرین زمین را دارند. دارای 4 پا هستند. از این توانایی طبیعی خود برای حفر کردن و ایجاد تونل‌های مصنوعی استفاده می‌کنند. همچنین توانایی ایجاد غارهای مصنوعی را دارند. آنها برای از بین بردن متجاوزان از هیچ تلاشی فروگذار نیستند. این احتمال می‌رود که آنها دارای یک سیستم بسیار پیشرفته بایوسنسینگ باشند. ساسکواچ، بیگفوت، پاگونده. آنها انسان‌های بزرگ و مودار هستند که عمدتاً در درون غارها زندگی می‌کنند. اما غارها در مناطق کوهستانی یا جنگلی هم دیده شده‌اند که به دنبال غذای خود که شامل ریشه درختان، توت، علف‌ها، فندق و نظایر آن است هستند.
این خوراکی ها رژیم غذایی این موجودات محسوب می شود. ظاهراً آنها دارای حسی هستند که به آنان این امکان را می دهد که از انسان ها دور بمانند. ظاهر آنها بیشتر شبیه انسان هاست تا حیوانات، اما متاسفانه با حیوانات اشتباه گرفته می شوند. به همین علت آنها مجبورند به دور از انسان ها و در انزوا و یا در زیر زمین زندگی مخفی داشته باشند. غالب کسانی که آنها را دیدند به این شکل این موجودات را توصیف کردند: صورتی انسانی، به روی بدنی غیر انسانی. آنها کاملا گیاهخوار هستند، به همین سبب احتمال می رود که یک موجود ترکیبی بین انسانهای ما قبل تاریخ و هموسپینها انسانهای خردمند باشند. بیشتر ساسکواچ ها غالبا دارای روح انسانی هستند. قد آنها در حدود 2.10 متر الی 3 متر گزارش شده. ممکن است نژادی از آنها کوتاه‌تر هم باشند. ساسکواچ ها بسیار بی‌آزار و مهربان هستند. ساسکواچ ها فقط برای دفاع از خود به انسان ها حمله می کنند. غالبا گزارش شده پرتاب تخته های سنگ و تکه های بزرگ چوب وسیله دفاعی آنهاست. آنها با این کار انسان ها و متجاوزین را می ترسانند. نکته جالب و عجیب در رابطه با ساسکواچ ها این است که آنها توانایی خود به خود نامرئی شدن را دارند. همزمان با نامرئی شدن، یک سپر روحی الکترومغناطیسی در اطراف خود ایجاد می کنند. در نتیجه آنها قادر به مسافرت از بعد ما به ابعاد 4 و 5 هستند. دورس، کوتوله ها. انسان های کوچکی که گفته می شود در مجموعه غارهایی در سراسر جهان زندگی می کنند. از کشور عزیزمان ایران گرفته تا
کشور زیبا و پهناور همزبانانمان آریانا یا همان افغانستان، همچنین شمال کالیفرنیا، جنوب شرقی آریزونا، منطقه جنوب غربی نیومکزیکو و در برخی دیگر از نقاط آسیا آنها دیده شدند. در بیشتر مواقع گزارش مشاهده کوتوله‌ها همراه با گزارش بشاب پرنده ها و همچنین مشاهده خاکستری های ساورین بوده. برخی از محققین معتقد هستند که آنها ماهیت اسیری دارند، اما در برخی مواقع دیده شده که آنها توانایی ظاهر شدن به صورت جامد یا نیمه جامد را نیز دارند. گفته شده که نژادهای کوتوله بمانند ما انسان ها هستند. آنها به طور متوسط قدی در حدود 50 تا 70 سانتی متر دارند، اگرچه در برخی از موارد آنها به اندازه های 30 سانتی متر دیده شدند. آنها معمولا برای محافظت خود در سیستم های زیرزمینی زندگی می کنند. همچنین مکان مطلوب برای زیست این دسته از موجودات داخل گورها و قعب‌های قدیمی است. برخی شایعات از قیمتی بودن خون این موجودات به دلیل اینکه دارای خواص ترمیمی و همچنین طول عمر بیش از حد است سخن گفته شده. پیشتر نیز ادعا شده که این دسته از موجودات به خاطر اینکه با موجودات فرازمینی در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ هستند، توانایی سفر ستاره‌ای و استفاده از استارگیت و همچنین تولید بشقاب‌های پرنده را آموخته‌اند. مطمئن در فرهنگ آمریکا، مطمئن‌ها موجوداتی بالدار انسان مانند که دارای دست به همراه 5 انگشت همانند انسان‌ها هستند. آنها بسیار بسیار باهوش و در عین حال بدتینت هستند. برخی از گونه‌های آنها شاخدار هستند. افرادی که با آنها روبرو شدند به مطمئنها لقب شیطان را دادند. آنها در محدوده اوهایو، پنسیلوانیا، کنتاکی و همچنین ویرجینیای غربی بارها و بارها دیده شده اند. اما در ویرجینیای غربی بیشتر از همه جا مشاهده شده اند. آنها دارای سری همانند انسان، همچنین دو چشم درخشان قرمز رنگ هستند. The Greys، خاکستری ها. خاکستری ها موجوداتی بسیار فعال و هوشمند هستند. در تمامی فرهنگ های جهان از آنها به عنوان موجوداتی بدتینت و شرور یاد شده. ممکن است طرز تفکر آنها مانند نژاد خزندگان یا همان رپتالیان ها باشد. از رپتالیان ها به عنوان اربابان آنها در تمامی فرهنگ های جهان یاد شده. متوسط قدی خاکستری ها 1 الی 1.5 متر گزارش شده. خاکستری ها بر اساس غرایز حیوانی عمل می کنند، یعنی درندگی و شکار. در بیشتر گزارش های داده شده از آنها گفته شده که آنان از نظر عاطفی نسبت به انسان ها کاملا بی تفاوت و سرد هستند. آنان نیز مانند سایر موجودات خزنده با مالیدن یک نوع پروتئین مایع به روی بدن خود
که از مایعات حیاتی انسان‌ها و حیوانات به دست آوردند تغذیه می‌کنند. این مایع پروتئینی تغذیه این گونه است. این مایع پروتئینی از طریق پوست خاکستری‌ها جذب بدن آنها می‌گردد. همانند نژاد خزندگان که پوست می‌اندازند، خاکستری‌ها نیز مطبوع خود را از طریق پوست اندازی دفع می کنند. جدا از نوع تغذیه پروتئینی آنها، گفته شده که خاکستری ها از انرژی زندگی حیاتی انسان یا همان انرژی روح انسان نیز تغذیه می کنند. رنگ پوست آنها کاملا متغیر است. خاکستری ها در تنوع رنگی سفید خاکستری، قهوه‌ای خاکستری، سبز خاکستری و نیز در پاره موارد آبی خاکستری دیده شده‌اند. بنابر گفته شاهدان، آنها کاملا بیروح و بی احساس هستند. آنها با گذاردن ایمپلنت در داخل بدن انسانها، آنها را به عنوان یک برده به خدمت خود می‌گیرند. خاکستری ها بسیار فریبکار و شرور هستند. آنها برای تحقق بخشیدن به اهداف خود از اشکال بسیار پیچیده فریب و نیرنگ استفاده می کنند. همچنین آنها بیشترین موجودات بیگانه دیده شده در حوادث و اتهامات UFO ها یا همان بشاب پرنده ها هستند. هدف و برنامه اصلی آنها در وهله نخست خدمت به خود و در وهله بعدی خدمت به اربابان خود یعنی خزندگان است. آنها سیاره زمین و موجودات آن را به عنوان انبار تأمین کننده انرژی و مواد بیولوژیکی مورد استفادهشان می دانند. آنها کلیه انسانها، حیوانات و ذخایر زمین را منابع غذایی خود می شمارند. شرارت این دسته از موجودات یعنی خاکستری ها تنها معطوف به زمین و سیاره ما نیست، بلکه آنها در دیگر سیاراتی که دارای موجودات هوشمند هستند این گونه رفتار کردند. بخشی از خاکستری ها از سیاره زتا رتیکولای می آیند. خاکستری های زتا رتیکولای توانایی افزایش دامنه ذهنی خود را دارند. آنها به این وسیله می توانند ذهن انسان ها را کنترل کنند. دیگر گونه خاکستری ها خاکستری های سیاره رایجل هستند. خاکستری های سیاره رایجل معامله محرمانه ای را با دولت امریکا به انجام رساندند. در این معامله دولت امریکا از تکنولوژی خاکستری ها استفاده می کرد و خاکستری ها نیز از انسان ها. در طی این معامله دولت ایالات متحده آمریکا از تکنولوژی خاکستری ها و خاکستری ها از انسان ها بهره می بردن. خاکستری ها زنان را با عمل لقاح مصنوعی IVF باردار کرده و سپس جنین آنها را از میان رحم زنان خارج می کنند. آنها از این جنین به عنوان منبع مواد بیولوژیکی و حیاتی بهره می برند. این مواد بیولوژیکی بارها در سفینه های سقوط کرده خاکستری ها یافت و پیدا شده اند. این موجودات هرگز با انسان ها مهربان نیستند. این موجودات بسیار پریشان حال و بدخواه هستند. هدف نهایی آنها تصرف سیاره زمین است.
نوع و شیوه نگرش خاکستری ها به انسان ها همانند نگاه ما انسان ها به حیوانات است، همان گونه که انسان ها به حیوانات به عنوان منابع غذایی و همچنین نیروی کمکی کار می نگرند، خاکستری ها هم به انسان ها به همین شکل نگاه می کنند. ظاهراً گویا خاکستری های زتارتی کولای به دو گروه مجزا تقسیم می شوند، گروهی که تحمل بیشتری نسبت به انسان ها داشته و گروه دیگری که علاقمند به استعمار و همچنین فتح سیاره ما یعنی زمین هستند. ظاهراً گویا خاکستری ها توانستند یک پایگاه در نزدیکی جزایر آللوتیان در نزدیکی آلاسکا تأسیس کنند. در میان آنها گویا نژاد خاکستری های زتارتی کولای از لحاظ رتبه از بقیه بالاتر هستند. خاکستری ها فاقد معده و روده هستند. خاکستری ها خوراک و غذای خود را با جذب از طریق پوست و یا زیر زبانشان هضم می کنند. آنها به جای تولید مثل شبیه سازی می کنند. اما متاسفانه یا شاید بهتر است بگوییم خوشبختانه، این نوع شبیه سازی مشکل بزرگی به همراه دارد. با هر بار شبیه سازی کپی ژنتیکی خاکستری ها ضعیف‌تر می شود و این بخشی از مشکل بزرگ نژاد خاکستری هاست. نگرش خاکستری ها به انسان ها همیشه از بالا به پایین بوده. شاید این نوع از نژاد فرازمینی از نظر تکنیکی و فنی و همچنین دانش علمی به مراتب پیشرفته تر از ما انسان ها باشند، اما از نظر معنوی و اجتماعی آنها کاملا عقب افتاده و وحشی هستند. رپتیلیانز، خزندگان. رپتیلیان ها یکی از قدیمی ترین تمدن ها با تکنولوژی پیشرفته در جهان هستی هستند. چیزی که جالب است این است که آنها به صورت ژنتیکی توسط یک نژاد دیگر که از آنها نژاد ارباب نام برده می شوند ساخته شدند. تاریخ این نژاد ارباب به خیلی سال پیش برمی گردد، زمانی که زمینی که ما الان می شناسیمش اصلا وجود نداشت. خیلی وقت پیش، زمانی که جهان هستی هنوز توسط میلیون ها فرازمینی مسکونی نشده بود، موجوداتی به شدت پیشرفته از دنیای ناشناخته به این دنیا وارد شدند. این موجودات کرین خوانده می شدند و یکی از نخستین موجوداتی بودند که به این جهان آمدند، همراه با نژاد گربه‌سانان که در لارنز ساکن شده بودند. وقتی که این موجودات کرین به جهان ما آمدند، موجودات زنده بسیار محدودی در جهان ما زندگی می کرد. آنها درون یک قالب مرموز بودند و تصمیم گرفتند که شکل فیزیکی پیدا کنند و در بعد سوم وجود داشته باشند. آنها به شکل و بدن موجوداتی که بر فراز سیاره پرواز می‌کردند در آمدند تا شکل جسمانی آنها را به خود بگیرند. این موجودات شبیه پرندگان زمینی ما بودند. بعد از بارها حلول کردند در این موجودات پرنده‌ای شکل، این نژاد به شدت پیشرفته با دانش فوق‌العاده از جهان هستی موفق شدند در جسم فیزیکی و بعد سومی تکامل یابند. این نژاد پرنده‌ای شکل که کارین شناخته می‌شوند، بسیاری از نژادهای فرازمینی را از نظر ژنتیکی طراحی کردند. یکی از نخستین نژادهایی که طراحی کردند رپتیلیان ها بودند. وقتی که آنها نژاد رپتیلیان ها را ساختند، آنها را در سیاره نزدیک ستاره آلفا دراکونیس در صورت فلکی دراکو یعنی
جایی که بیشترین شانس زنده ماندن را داشتند رها کردند. کرین ها به محض خلق رپتالیان ها به آنها گفتند که این جهان تحت فرماندهی آنهاست و همه چیز متعلق به آنهاست. آنها باید بر تمام سیارات کهکشان و هر نژادی که به آن برخورد می کنند فرمان روایی کنند. بنابراین این طرز فکر از زمان خلقتشان در آنها کاشته شد و به آنها خوی فرمان روایی داد و طی سالهای تکامل قوی تر شد. آنها حتی امروز هم این باور را هنوز دارند. نسل نخستین رپتالیان ها بعدها توسط دیگر گونه های رپتالیان نژاد ارباب یا نژاد فرمان روا خوانده شدند که از خانواده سلطنتی به حساب می آمدند. آلفا درکونیان در مقایسه با بقیه رپتالیان ها شبیه هیولا هستند. آنها دوم های بلندی دارند و قدشان در حدود 5.5 متر الی 7 متر می باشد و تا 1250 کیلوگرم وزن دارند. آنها حتی بالهای مخصوصی دارند که به پوستشان چسبیده و توسط دنده های بلندشان پشتیبانی می شود و می توانند پشت بدن تا شوند. یک کبد بزرگ و 2 قلب دارند. آنها قدرت 12 تا 16 انسان را دارند. سرشان بیشتر شبیه دایناسور است و ترس به دل هر کسی که فقط نگاهشان کنند می اندازند. عمر متوسط دراکونیه ها 1800 تا 4100 سال می باشد. در واقع 2 نوع آلفا دراکونی وجود دارد. قول آساها متعلق به طبقه سلطنتی با نام سایکار هستند، در حالی که کوچکترهایشان حدود 2.5 متر قد دارند و طبقه مبارزان ماهر را تشکیل می دهند. آنها بال ندارند. آنهایی که تا 4100 سال عمر می کنند دراکونهای سلطنتی محسوب می شوند و تنها آنها بال دارند. این نژاد قدیمی از نخستین تمدن‌های کهکشان ما بودند که توانایی سفر بین ستاره‌ها را به دست آوردند و این توانایی را برای 4 میلیارد سال است که حفظ کردند. آنها از نخستین نژادهایی بودند که منظومه شمسی ما را ترسیم کردند. در واقع نخستین نژادی بودند که اعلام کردند منظومه ما متعلق به رپتالیان هاست. آنها برتری تکنولوژی عظیمی نسبت به بقیه نژادها داشتند که احتمالاً توسط کرین ها به آنها داده شده. آلفا دراکونی ها بسیاری از منظومه ها را فتح و سپس مسئولی کردند و با دستکاری ژنتیکی انواع موجودات زنده‌ای را خلق کردند. یکی از بهترین و برجسته‌ترین مخلوقات آنها را ما امروز با نام خاکستری‌ها می‌شناسیم. ساخت این نژاد برای زنده ماندن نژادشان ضروری بود. با ادامه رشد و گسترش تمدن دراکونی ها آنها به منابع جدیدی از انرژی های منفی نیاز داشتند، زیرا آنها از مصرف انرژی منفی تغذیه می کنند. آنها گونه انرژی خوار هستند. زمانی که در جستجوی سیاراتی بودند تا با نیت شرورانه با آنها هجوم ببرند، خیلی زود متوجه شدند که شبیه سازی یک نژاد شرور به نفعشان خواهد بود.
خاکستری ها به عنوان نژاد برده برای رپتالیان ها ساخته شدند. با رشد تعداد رپتالیان ها خاکستری ها هم رشد کردند. زودی یک انقلاب رخ خواهد داد. خاکستری هایی متولد خواهند شد که هدفشان پیدا کردن درمانی برای نژاد شبیه سازی شده شان خواهد بود، چرا که نژادشان به آهستگی در حال از بین رفتن است، چون هیچ گونه توانایی تکثیر ندارند. این یکی از دلایل اصلی بودن انسان ها به دست خاکستری هاست. بخشی از آنها انسانها را برای استفاده از منابع ژنتیکی آنها می‌ربایند. دراکونی ها نیروی حمایت کننده از سرکوب نژادهای انسانی در هر کجای این کهکشان هستند تا آهسته آهسته اصول اعتقادی که بر اساس ترس بنا شده است و سیستم های محدود کننده را با عنوان دین به انسان ها القا کنند. دراکونی ها خود را نخستین گونه هوشمند که در کهکشان راه شیری تکامل یافته اند می دانند. آنها بسیار رقابت جو و توسعه طلب هستند. همچنین بسیاری از سیارات را نیز اشغال کردند. غرور بسیار آنها به آنها این اجازه را می دهد که خود را حاکم بر حق سیارات کمتر تکامل یافته مثل زمین ببینند. بهره برداری دائمی از نژادهای انسانی را گسترش دهند. بهره برداری دائمی آنها از نژاد انسان ثابت می کند آنها ما را موجوداتی پایین مرتبه و پست‌تر از خود می بینند. پر جمعیت ترین منطقه از نژادهای دراکونی ها صورت فلکی اوریون یا همان شکارچی، رایجل یا پای شکارچی و منظومه کاپلا که ما آن را سروش مینامیم می باشد. این منطقه قسمتی خطرناک از جهان برای هر نوع انسانی می باشد. نژادهای رپتالیانی که در این مناطق زندگی می کنند نسبت به نژادهایی مثل انسان به شدت خشن هستند و مایل به ویرانی، بردهداری و سلطه بر آنها می باشند. آنها موجوداتی بسیار پیشرفته اما دارای طبیعتی بسیار منفی، خصومت‌آمیز و خطرناک هستند. آنها انسانها را نژادی کاملا پایین تر از خودشان به حساب می آورند. جوری که آنها ما انسانها را می بینند مثل زمانی است که ما گله دامی را می بینیم. در واقع تمام نژادهای رپتالیان ها بقیه نژادها و تمدن ها را به عنوان منابع طبیعی و نیروی کار یا غذا و یا مواد ژنتیکی محسوب می کنند. امروزه تعداد بیشماری از نژادهای مختلف رپتالیان ها با ظاهر فیزیکی متفاوت وجود دارند. رپتالیان هایی که در زمین دیده شده و در طول تاریخ انسان بیشتر شناخته شده اند، نژادی بودند که در اصل توسط آلفا دراکونی ها در زمین قرار گرفتند تا سیاره ما را که فکر می کنند مال آنهاست مسکونی کنند. تعامل آنها با انسانها به هزاران سال قبل برمی‌گردد. شواهد ثبت شده بیشماری از آنها در تمام تمدن‌های باستانی وجود دارد. آنها در کشور ایران و در محدوده تمدن بابل بسیار دیده شدند. رپتالیان هایی که در زمین دیده شده اند قدشان از قد انسان بلندتر است. قد آنها بین 1.80 تا 2.5 متر می باشد. مهمترین ویژگی قابل تشخیص آنها ظاهر شبیه به مارمولک آنهاست. آنها پوستی فلسدار به رنگ های مختلف دارند، معمولا از سبز تا قهوه‌ای، اما رنگ های دیگری مثل مشکی، قرمز و حتی سفید هم وجود دارد. آنها بدنی لاغر و محکم، بازوها و پاهایی بسیار قوی دارند.
بازوهای بلندشان 3 انگشت و 1 شست دارد. پاهای آنها دارای 3 انگشت و 1 انگشت تو رفته به سمت پشت مچ پایشان است. پنجه هایشان کوتاه و کند است. دست ها، شکم و صورتشان با فلس های ریستری پوشیده شده که به آنها انعطاف پذیری بیشتری می دهد. آنها دارای دهانی پهن و بدون لب هستند و گزارش شده رپتالیان ها چشم های بزرگ سیاه با شکاف مردمک عمودی دارند. در بعضی از آنها چشم ها سفید رنگ با مردمکی شعله‌ای رنگ می باشد. سر بعضی از رپتالیان ها کمی مخروطی شکل و دارای دو لبه استخوانی است که از پیشانی تا پشت سرشان کشیده شده است. در طول تاریخ ممکن است این لبه های استخوانی به اشتباه به عنوان شاخ های برآمده شناخته شده باشد. همان گونه که در قصه های قدیمی شنیده اید، حیواناتی شاخدار در زمین زندگی می کردند. در واقع در طول تاریخ ممکن است این لبه های استخوانی به اشتباه با عنوان شاخ های برآمده شناخته شده باشد. موجودات رپتالیانی هیچ گونه موی در بدن یا صورت ندارند. هرچه مقام یک رپتالیان بالاتر باشد با ویژگی های فیزیکی بیشتری خود را مزین می کنند. برای مثال دم، بال و طوقه استخوانی به دور سرش. برای اینکه قدرت ذهنی یک رپتالیان می تواند بدنش را تحت تأثیر قرار دهد. نژاد رپتالیان ها معتقدند که ترس حاکم بر جهان است و عشق ضعیف است. آنها بر این باورند کسانی که در مقایسه با آنها شانس کمتری دارند قسمتشان این است که حتما برده شوند. این باور در هنگام تولد در نژاد رپتالیان القا می شود. بعد از اینکه رپتالیان ها متولد می شوند مادرشان آنها را رها می کند تا از خودشان مراقبت کنند. اگر زنده بمانند یک طبقه جنگجو از آنها مراقبت می کند تا از این بچه ها در مبارزات و سرگرمی استفاده کنند. در این حالت رپتالیان ها همیشه در حالت مبارزه برای بقا باقی می مانند. آنها بر این باورند که اگر در این راه یک رپتالیان جوان زنده بماند قسمتش این بوده و در این پروسه مجبور بوده همه مسیر را بجنگد. در جوانی آنها مبارزی کامل هستند که به هیچ کس وابسته نیستند. این به این معناست آنها هیچ محدودیتی در کاری که با موجودات دیگر می کنند ندارند. اعتماد نکردن به انسان ها در آنها ریشه کرده است و هرگز با یک انسان نمی توانند از در دوستی وارد شوند. به رپتالیان ها از بچگی آموزش داده می شود که خود انسان ها مقصر حمله به آنها هستند. اینکه انسان ها می خواستند خودخواهانه درکنی ها را به قحطی بکشند و به آنها گرسنگی بدهند. به رپتالیان ها از جوانی آموزش داده می شود که آنها نسبت به بقیه موجودات برتر هستند و باید به آنها به عنوان اربابان برخورد شود. اساساً یکی از کارهای اصلی که رپتالیان ها سعی دارند اینجا روی زمین انجام دهند ایجاد زجر و بدبختی برای بشر است و اینکه بشر را در درگیری دائمی با خودش قرار دهند. دلیلی که آنها این را می‌خواهند این است که رپتالیان ها از انرژی‌های منفی مثل حسد، ترس، نفرت، عصبانیت و حتی انرژی جنسی تولید شده از انحرافات اخلاقی را مصرف می‌کنند. این عقیده وجود دارد که آنها قابلیت تغییر چهره را دارند. آنها از این توانایی استفاده می‌کنند تا عمیقاً در درون حکومت‌ها نفوذ کنند و سیستم‌های اخلاقی و آموزشی انسان‌ها را کنترل کنند. آنها سعی در کنترل اقتصاد ما دارند.
رپتالیون ها مسئول تمام جنگ ها، تخریب ها، انحرافات، نفرت ها و فساد اخلاقی در انسانیت هستند، زیرا آنها انرژی منفی که ما تولید می کنیم را مصرف می کنند. همچنین رپتالیون ها از خوردن گوشت انسان و گوشت بچه انسان به چند دلیل لذت می برند. نخست اینکه در بدن بچه ها تجمع آلودگی هایی که در بالغین هست وجود ندارد. دلیل دیگر این است که وقتی بچه ها در حالت ترس قرار می گیرند، میدان انرژی و هورمون های آدرنالین بسیار فعال می کنند و هورمون آدرنالین در آنها به شدت بالا می رود. رپتالیان ها از این هورمون بسیار سرمست می شوند و به شدت لذت می برند. این دلیلی است که هر سال صدها هزار کودک گم می شوند بدون اینکه کسی دقیقاً داند که چه اتفاقی برای آنها افتاده است. اگر آنها یک انسان را شکار کنند، معمولاً فوراً وی را نمی کشند. کاری که معمولاً انجام می دهند این است که او را تا آنجا که می شود می ترسانند تا سطح احساسات و هورمون‌هایش بسیار بالا برود. آنگاه وقتی که آن موجود وحشت زده زنده را مصرف می کنند، نه تنها از او تغذیه می کنند، بلکه هورمون‌ها یک سرخوشی فیزیولوژیکی و روانی درون آنها ایجاد می کنند. مثل نشه شدن از مواد مخدر از آن بدنها لذت می برند. از میان تمام فرازمینی های مختلف، رپتالیون ها به شدت خطرناکترین موجودات برای انسان ها و بقای ما انسان ها هستند. با یک دنیا سپاس و قدردانی از زحمات دو دوست بسیار خوب و عزیزم در کشور اتریش، جناب آقای رامین و سرکار بانو نرگس. قطعا و حتما بدون کمک و یاری این دو دوست عزیز، ساخت این قسمت به تنهایی برای من هرگز امکان پذیر نبود.